بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. در ادامه بحثمون در مورد اقتصاد در خانواده اسلامی بعد از مباحثی که داشتیم پیرامون درآمد، آخرین نکته ای را که میخوام عرض بکنم در بحث درآمد و بعد وارد بحث خرج کردن بشیم، مسئله کمک و نقش زن و فرزند است در مسئله درآمد. اصل درآمد را همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، خداوند تبارک و تعالی به عهده مرد گذاشته، یعنی خانواده به عنوان یک واحد اجتماعی ولو کوچک که یک به حساب هم نیاز به درآمد داره و هم خرج میکنه، یعنی از یه طرف پول باید واردش بشه، از یه طرف باید خرج بشه، این قسمت درآمد رو خدا به عهده یه مرد گذاشته. یعنی اصل این است که مرد بتونه نفقه زن و فرزندانش رو به دست بیاره از راه حلال و درآمد خانواده رو تأمین بکنه. البته زن هم از لحاظ اسلامی میتونه تو بعضی موارد کمک مرد باشه، نقش داشته باشه در درآمد خانواده. بیشتر اسلام تأکید داره رو مثال هایی که زن درآمدزایی بکند منتها در منزل، یعنی نیاز نباشید که بیرون از منزل بره، چون قبلا هم توضیح دادیم طبع زن طبعی است که با خشونت و خلاصه سختی کار در بیرون از منزل خیلی سازگار نیست. خدا به عنوان اینکه راحتی بیشتر زن را طلب میکند، بعضی فکر میکنن تا اسلام میگه زن بهتره تو منزل باشه، زن حتی بهتره که نمازش رو هم توی منزل بخونه و مسجدم شاید بعضی روایات داریم، حالا البته فتوای فقها در این زمینه شاید مختلف باشه، ولی بعضی روایات داریم که نماز و در خانه هم بخواند شاید بهتر باشه از اینکه به مسجد بره و در اجتماع بیرون شرکت بکنه حتی برای عبادت. همه اینها این نیست که بخواد اسلام زن رو محصور و زندانی در خانه بکنه، نه، راحتی خود زن و اسلام میخواد. زیر سقف خانه و در کنار خانواده بهترین جاییست که زن میتونه آرامش داشته باشه، در حالتی که رفتن به بیرون از منزل برای زن سختی هایی رو داره، گاهی وقتها شاید خلاصه مشکلاتی رو به همراه داشته باشه، و به خاطر اینکه خدا خیر زن رو میخواسته و دلش میخواسته که از راحتی بیشتری برخوردار باشه، بیشتر تأکید رو این داره. اگر هم میخواد کاری بکنه کمک شوهرش به عنوان درآمدزایی، کاری باشه که در منزل باشه. به یک نمونه از این مسائل که در روایات اومده من اشاره میکنم و روایتی است از پیغمبر، ظاهرا ائمه بعدی هم چند جا از حضرت صادق از دیگر ائمه همین مسئله مطرح شده، و اونم این است که نعم الشغل للمرأة المؤمنة الغزل. غزل حالا یکی از کارهایی بوده که سابق بوده، یعنی نخریسی. اون زمان نخریسی بوده و معنا داشته که زن تو خونه نخریسی انجام بده. خب الان نمیشه، یعنی نخی که الان بخواد زن در خونه درست بکنه این به درد نمیخوره، چون که زمان متفاوت شده و کارخانه هایی هست، خلاصه نوع نخ ها متفاوت شده دیگه، با دست کسی نخریسی نمیکنه. ولی این نخریسی و پیغمبر به عنوان مثال فرمودن. نعم الشغل، چه شغل و کار خوبی است برای زن مؤمنه، اینکه کارش جوری باشه که نیاز به بیرون رفتن نباشه، و اونم چیه؟ غزل، نخریسی. الان در زمان حاضر شاید نخریسی مصداق نداشته باشه، ولی مشاغلی هست در خانه که زنها میتونن این کارها رو انجام بدن و
در درآمد کمک باشن برای خانواده و کمک شوهرشون باشن، اگر میتونن. البته حالا توضیح خواهیم داد، اگر وقتشون اجازه میده، اگر کسی هم نمیتونه مجبورشون بکنه، اگر خودشون مایل باشن. ولی شغل های خوبی هست تو خانه. یکی از مراجع معظم تقلید از دنیا رفتن، خدا رحمتشون بکنه، ایشون بعضی سخنرانی هاشون برای خانم ها هست، تشویق میکنن اونها را به قالی بافی. میگن اگر در منزلید، مثلا حالا اول ازدواج فرزندم ندارید، حالا تا فرزند پیدا بکنید یکی دو تا وقت های به قول ما بیکاری زیاد دارید، خب خیلی خوبه قالی بافی بکنید. قالی بافی یه شغلیه که تو منزل میتونید ایجاد بکنید، یه دونه قالی، دو تا قالی، فرش میتونید اینها رو ببافید و درآمدم داشته باشید. یا حالا من نمیخوام مثال بزنم، هر کس میتونه فکر بکنه کار مناسب شأن خودش رو پیدا بکنید اگر نیاز هست، اگر میخوان. این نیست که اسلام بگید حالا حتما یا واجب این کار بکنید. اگر زنانی هستند که به دنبال درآمدن، حالا یا برای خودشون درآمده و میخوان، چون درآمدی که زن پیدا میکنه میتونه برای خودش مصرف بکنه، کمک هزینه خانواده هم نباشه، میتونه برای خودش کاملا بذاره، دست زن در این زمینه بازه. میتونه در منزل اوقات فراغتش و اوقاتی که همسر به اون نیاز نداره اینها رو بذاره، برای خودش درآمد داشته باشه. میتونه هم لطف و تفضلش زیاد باشه، اون درآمد رو بذاره برای کمک به خانواده و کمک به شوهرش. اگر این کارم کرد که چه بهتر. به نتیجه زنهایی هستند، حالا یا فرزند کم دارن یا اوقات فراغتشون زیاده، حالا به هر علتی، که اینها در منزل کار به خصوصی ندارن. خداوند تبارک و تعالی بیکاری رو از کسی دوست نداره، دلش میخواد انسان مشغول باشه. لهو و لعب رو خدا نمیپسنده، کار لغو و کار بیهوده رو خداوند تبارک و تعالی نمیپسنده. روایت دیگری داریم، نعم اللهو و المغزل للمرأت صالحه، زن صالح اگر اوقات فراغت و بیکاری داره، خوبه که اون لهو را نخریسی قرار بده. میگم نخریسی حالا به عنوان مصداقه، این نیست که حالا حتما نخریسی، نه، یه کار دیگه، یه کار مفید. الان هستن بعضی خانم ها متاسفانه اوقات فراغتشون رو به کارهایی میپردازن که اون کارها کارهای لغو و بیخودهیه. اون کارها کارهایی است که نه به درد دنیای اونها میخوره، نه به درد آخرت اونها. پس اگر هم زن خواست کمک باشه در درآمد خانواده، نقشی داشته باشه در درآمد خانواده، یا نه خواست مستقلا درآمد داشته باشه برای خودش، هزینه ی خانواده هم نکنه، خوبه یه کارهایی رو انتخاب بکنه که زیاد نیاز به بیرون رفتن و نیاز به این که با افراد دیگری ارتباط داشته باشه پیدا نکنه. حضرت زهرا سلام الله علیها هم در زمینه درآمد خیلی به امیرالمومنین کمک میکردن. امیرالمومنین علیه السلام، خب یه وقتی بود اوائل اسلام در مدینه وضع مسلمون ها کلن خیلی بد بود، یعنی اکثرشون در فقر به سر میبردن. امیرالمومنین درآمد هایی داشتن، ولی خب انفاق هم میکردن زیاد و خرج در راه اسلام، و چون که زن و بچهشون راضی بودن، نه اینکه اگر کسی زن و بچهش راضی نباشد اونقدر انفاق بکنه که دستش تنگ بشه، نه، چون تحمل زن و بچهشون زیاد بود، با حضرت زهرا زندگی میکردن، خود اونها هم راضی بودن، انفاق هم زیاد میکردن، و بعضی وقتا خب از لحاظ درآمد حسب ظاهر در مضیقه بودن، حضرت زهرا کمک میکردن. روایت داره، چندین روایت، که میشد اوقاتی امیرالمومنین میرفتن و از شخصی بود این پشم از اون میگرفتن، میوردن حضرت زهرا، اون پشم ها رو تبدیل به نخ میکردن، نخ ریسی میکردن و از درآمد اونها مثلا جو یا گندم تهیه میکردن و به مصرف خونه و غذای خونه میرسوندند و کمک حال امیرالمومنین بودن. در قدیم
اینطور احساس میکنم که مسلمان ها بیشتر پایبند بودن به دستورات اسلامی تا الان. متاسفانه فکر میکنم، حالا البته ما دقیق نمیتونیم احصا بکنیم، ولی ظاهرا اینجور که از وضعیت زندگی افراد مختلف میبینیم، شاید یک کمی عمل به دستورات اسلامی در زمان ما کمتر شده. قدیم مادرها، همسرها، اینها خیلی کمک حال شوهرانشون بودن، در بعضی امور جلوی اسراف هم گرفته میشد. خیلی وقتها خلاصه بعضی لباسهای اطفال و حالا لباسهای زمستانی که نیاز به بافتن داشت یا چیزهای دیگه، خود این زنها اوقات فراغتشون رو صرف این میکردن که مثلا لباسی برای زمستان بچه و طفل خودشون تهیه بکنن، ببافن. خب این هم اوقات فراغتشون پر میشد، هم یک کمکی کرده بودن به اقتصاد و درآمد خانواده، و شوهرشون هم خب ازشون راضی بود و از این کار لذت می بود که الان یه هنری و همسرش داره، تونسته یه لباس زیبایی برای فرزندش تهیه بکنه، و امثال این کارها شاید بیشتر می شد. الان در زمان حاضر شاید این کارها یه کمی کمتر شده و بهتر است که خانوم ها، حالا من نمیگم خرج زندگی هم بکنن، برای خودشون درآمد داشته باشن. همونطور که در برنامه های قبل گفتیم، صرف درآمد این مطلب بدی نیست. درآمد به نیت مال اندوزی بده، اما درآمدی که مثلا برای انفاق در راه خدا باشه، درآمدی که برای صله رحم باشه، درآمدی که برای کمک به فرزندان، به شوهر باشه، درآمدی که برای کمک به نشر معارف اهل بیت باشه، چه اشکالی دارید؟ اگر خانوم ها اینها میتونن نقش داشته باشن در درآمد خانواده، خیلی هم ثواب زیادی میبرن. اگر هم حالا به خانواده نیازی ندارد، خانواده وضع مالیش خوبه، نه، میتونن درآمدی داشته باشن به همین سبکی که عرض کردم، در منزل خوبه، درآمد داشته باشن و اینها را صرف انفاق در راه خدا بکنن. البته به عنوان نکته آخر این مطلب رو هم عرض بکنم که اولویت کار برای خانوم ها تربیت فرزندان و شوهرداری، جهاد المرأته حسن التبعل. جهاد خانوم ها شوهرداری است، یعنی بهترین کار، اون کاری که باید، چون انسان عاقل کارهای خوب خیلی زیاده، کار بد که اصلا نباید انجام بده، اون که هیچ، اما عقل اونجاست که بین خوب و خوبتر را انتخاب بکنه. الان در این لحظه من شاید هزار تا کار خوب بتونم انجام بدم، میتونم کمک بکنم به پدر و مادرم، میتونم برم دنبال رزق حلال، میتونم برم نماز بخونم، میتونم برم مثلا به یک فقیری کمک بکنم، کارهای خوب زیاده. در هر شرایطی آدم باید بسنجه، فکر بکنه، ببینه در اون شرایطی که هست کدام کار بهتره. شاید الان اینکه من برم کمک بکنم به پدر و مادرم بهتر باشه، شاید در یه لحظه دیگه الان برم دنبال روزی حلال بهتر باشه، شاید در یه لحظه بعدش عبادت بهتر باشه. هر وقتی و هر شرایط زمانی و مکانی یک چیزی را اقتضا میکنه. خانمان باید اینه توجه داشته باشن، اگر هم میخوان دنبال درآمد برن باید اولویت بندی بکنن. چه وقت مناسب است برای اینکه من وقتم را هزینه درآمد بکنم، چه وقتی مناسبه که برای کودکانم بگذرم، و چه وقتی مناسبه که اولویت من شوهرم باشه. مرد هم همینجور، مرد هم باید در کارهاش اولویت بندی قرار بده. پس خانوم هم اگر میخوان شغلی داشته باشن، نباید اون شغل اونها را از کارهای ضروری و لازم دیگری مثل شوهرداری، تربیت فرزندان و رسیدگی به امورات خانواده اونها را باز بکنید. امیدواریم که در هر زمان و مکانی ما بتوانیم بهترین کار را تشخیص بدیم که چیه، و خداوند توفیق عمل به اون کار را هم به ما بده. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می سپارم.